الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين والصلاة والسلام على حضرت رسول الانبياء والمرسلين وعما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله العلی العظیم. دوستان عزیز، آمدن شما را به این ورکشاپ انیشیال ممبرشیپ خوش آمدید میگم. خدا کنه کلتان جور صحت و سرحال باشین. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی پیش مبارک آمد گفت وقتی که مخالفین بین خود میشینن صحبت میکنن اونا با آمرین خود تحفه ها دارن طوایف تقدیم میکنن که از قبیل بتا بود و کالای مجلل بود و زیورات بود. برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ما چیزی نداریم خدمت شما تقدیم کنیم، خدمت آمرین خود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که برای یک مسلمان بهترین تحفه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته است که ما همی تحفه نبوی را خدمت شما تقدیم میکنم و میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام عبدالمتین است، تخلصم راسخ است، به صفت ریجنال ماستر ترینر زون مرکز وظیفه اجرا میکنم و فعلا در خدمت شما. خدا کنه لحظات که با ما هستین بتونیم یک چیز خوبتر با هم دیگر شریک بسازیم و از تجربه هم دیگر استفاده کنیم. خب قسمی که شما در جریان هستین، خداوند کل ما شما را از آفات زمینی و آسمانی نگاه کنه و کسایی که مریض است خداوند اونا را شفا بده. مرض کووید 19 یک تکلیف است که تمام جهان متضرر ساخته، بخصوص برنامه ما شما را که قرار بود که ترنینگار ما مستقیم برای شما در ساحه یا شما را دعوت کنیم بشینیم در یک سالون برتان تدبیر کنیم. به نسبت از این مشکلات کووید 19 نشد که ما این ترنینگ به شکل روبری برای شما حضوری تقدیم کنیم. به این اساس یک بار تصمیم به این شد که باید ما از طریق ویدیو کال امی ترنینگ امرای شما شریک بسازیم که شما شاید از این هستین که در هفته گذشته ما و سغرا جان بسیار کوشش کردیم، اما متاسفانه که بعضی دوستا آواز داشتن بعضی ها نداشتن. بالاخره سیستم قسم بود که نمیتونستن آواز بگیرن و نتیجه از او مثبت نبود. والا تصمیم به این شد که یک سی دی را باید ما و خانم محمدی درست کنیم و خدمت شما تقدیم کنیم. شما میشه از طریق سی دی موضوعات را ببینین، گوش کنین، تصویرش را ببینین. خب اطمان ما تلاش داریم، تلاش میکنیم که موضوعات قسم تشریح کنیم که دو جای سوال نمانه. کوشش میکنیم بازم اگر جای سوال میباشه، نظر میباشه، پیشنهاد میباشه، انتقاد میباشه، گفتنی میباشه، میشه از طریق تلفن، از طریق ایمیل، از طریق واتساپ، هزار طریقی، هزار وسیله که شما میتونین استفاده کنین میشه از این طریق با ما تماس شین. انشالله که کوشش میکنیم که این مشکل حل شوه. قبل از اینکه بالای موضوع اصلی صحبت کنیم، من میخواهیم یک موضوع را برای شما شریک بسازم. در این تصویری که شما میبینین طرح و دیزاین پلان درسی است که هر ترینر که میخواهی موضوع تا پیش بره، میخواهی که اکسیژن پیش بره، میخواهی که در مقابل پارتیسپنت اختصاص شود،
باید با خود یک طرح و دیزاین پلان درسی داشته باشه، یعنی یک پلان درسی داشته باشه. اگر پلان درسی نداشته باشه، این به این معناست که سرباز بی سلاح وارز دیگه. یک سرباز بی سلاح در جنگ بره و به چه شکل می باشه. خب پلان درسی ما را کمک میکنه که ما همون موضوعی را که در نظر داریم، هم موضوعی را که ریدز داریم، موضوعی را که میخواییم پیشکش کنیم، او را به شکلش خوبش همراه پارتیسپنت شریک بسازیم. در این پلان درسی قسمی که شما در تصویر را میبینین چند چیزی جا نوشته است. یک پلان است، یک فرمت است. در قسمت سر نوشته است که طرح و دیزاین پلان درسی، عنوان، وقت، مطلب، فعالیت ها، میتود، مواد مهمد درسی. در قسمت وسط در این زیر مطالب یا فعالیت ها هدف است، مقاصد است، مقدم است، خلق انگیز است، بیان موضوع است، انکشاف موضوع است، رفتن از معلوم به مجهول است، بیان نکات کلیدی است، تاکید بالای نکات کلیدی است، خارج شدن از موضوع و وقت دادن بر اشتراکین است که نظریات از اون را میگیرن و از موضوع خارج میشین. هدف اینجا به خاطر از این من پلان درسی را با شما شریک ساختم که هر وقتی که ما یک موضوع را در قالب همین پلان درسی پرتیم خود به خود همه چیز برای ما معلوم میشه. وقتی که ما سر هدف صحبت میکنیم، هدف بعد کلمه جواب میگه چی میکنیم و چرا میکنیم و مقاصد چی است. چندین مقاصد یک هدف تشکیل میده، پله‌هایی است که ما را به هدف میرسانه. و مقدمه هم قبل از اینکه شما موضوعتون آغاز میکنین، پیرامون موضوع صحبت میکنین، محتویات موضوع را سرچ بس میکنین. خلق انگیزه را میشه با یک قصه، با یک فکایی، با یک سرگذشت میشه که خلق انگیزه کنین، با یک تمثیل. و بیان موضوع اصلی بعد از اون شما در موضوع داخل میشیم که موضوع ما چی است. وقتی که موضوع را هم رای شروع کنندگاه شریک ساختیم، بعد از این موضوع را چی میکنیم؟ انکشاف میتیم. انکشاف میتیمش، وسیع میسازیمش، پیرامونش از تمام ابعاد صحبت میکنیم. بعد از اینکه موضوع انکشاف یافت، رفتن از معلوم به مجهول، یعنی به این معنا که ما چیز معلوم است، مثل که درخت معلوم است اما ساقه و ریشه و یاج در زیر گل است، اونا را ما تشریح میکنیم. یعنی به این معنا ما یک کس در قریه میگیم گروپ جور میکنیم، گروپ پسنداز اونایی برنامه را وقتی که شما تشریح میکنین آگاهی میتین، میگین که ما گروپ جور میکنیم، اونا میگن که گروپ پسنداز جور میکنه، اتحادیه جور میکنن، اما این معلوم میشه برشان، برنامه برشان معلوم میشه، از وزارت آمدن یک چیز در نظر دارن. اما مجهول از چی است که در گروپ کی باشه، کدام مردم باشه، کدام میاره داشته باشه و چی وقت پسنداز کنه و چطور پسنداز کنه، این مسائل مجهولش است که با مجزیات میرین و صحبت میکنین. بیان نکات کلیدی، هر موضوع چند نقطه کلیدی داره که شما تلاشتون به این باشه که بالای نکات کلیدی موضوع زیادتر بحث کنین. وقتی که ما سر نکات کلیدی موضوع بحث میکنیم، اما اشتراکین هم موضوع رو میگیره. وقتی که ما سر نکات کلیدی رو بیان کردیم، باز چی میکنیم؟ باز تاکید بالای نکات کلیدی است. یعنی یک بار دیگه همین نکات کلیدی را بعد از اینکه خوب بحث کردیم، صحبت کردیم، واضح شد، باز یک بار دیگه ای را تاکید میکنیم سر اینی مسائل ما شما صحبت کردیم تا اینکه خوب ذهنشین شود. و داخل همو جمع بندی میکنیم موضوع خود، وقت میتیم برای شروع کننده که چی نظر دارن، چی پیشنهاد دارن، موضوع خود باز یک بار دیگه ارزیابی میکنیم و ازشان نظر خواهی میکنیم و از موضوع خارج میشیم. این یک پلان درسی عمومی است که اگر ترنینگ های 4-5 روزه می باشه و شما در ترنینگ صحیح می باشین یا موضوعات مختلف دیگه می باشه، میشه که منعیس یک پلان درسی استفاده کنین. ولی در برنامه WEERDP چون سرکار ما شما در بخش اندراگوژی است، ما شما یکی پیداگوژی داریم، یکی اندراگوژی داریم. پیداگوژی از وضعیت خرسانان بس میکنه و اندراگوژی
از موضوع کلانسالان بس میکنه. یعنی کار ما شما با کلانسالا هست، با مردمایی هستن که صاحب تجربه هستن، تجارب زندگی خود دارن. به خاطر از این که فکر میکنم در ساحه‌ای که ما شما کار میکنیم افراد مختلف وجود داره، شاید اکثر مردم باسواد باشه، شاید هم در بعض ساحات ما شما مواجه شیم کجا مردم بیسواد باشه، شاید هم نیمه باسواد باشه. به هر حال کار ما شما با اجتماع است و تمام ابعاد زیر باید ما در نظر بگیریم که با این مردم سر کار ما شما است. از کدام میتود، از کدام روش، از کدام طریق استفاده کنیم تا ما این موضوع را خوب رسانده بتونیم. مامی پلان طرح و دیزاین پلان درسی دومه که برای شما ایجا انداختیم، دهی فقط چند موضوع خلاصه را گرفتیم. شما میشه که زمی استفاده کنین، دهی فقط هم هدف و مقاصد تعیین کنین و یک مقدمه میداشته باشین، فعالیت اولتان را شروع میکنین، موضوع انکشاف میتین، خلاصه و ارزیابی موضوع و مو سوالات اطمینانه بر مبنای مقاصد و مو تاکید بالای نکات کلید یک بار دیگه بازی را سوال میکنین و وقت دادن بر نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان. اینه به شکل خلاصه همیجا پرتین، بخاطر از اینکه در ساحه شاید ما وقت نداشته باشیم و در اینجا ما وقتی که برای شما موضوعات پیشکش میکنیم، پیش ما کامپیوتر است، سلاید است، پروجکتور است، برق است، فضای مناسب است. خب ممکن کار شما در قریه باشه، در مسجد باشه، در خانه رئیس شورا باشه، در خانه منشی باشه و اونجا شما کارتان با پوستر است، کارتان با پوسترها رو نصب میکنین، با پوسترها توزیع میتین، ممکن بعض چالش های دیگه هم سر راه شما باشه. با اون شکل سیستماتیکی که در طرح دیزاین پلان درسی اول دیدین، با اون شکل فکر کنم یک ذره شاید مشکل تر باشه. شما میشه از استفاده کنین و به شکل آسان و موضوعتان رو پیش ببرین در قالب از این پرتین.